با سلام و درود خدمت شما دوستان عزیز خدا کنه که خوب و سهتمند باشین با چندین خبر در مورد ماجرین افغان که یک خبر آن فوق العاده عالی است برای تمام کشداران ایسای بی پی اک و بی دو پس داخل ویدیو با ما باشید خبر اول رئیس جمهوری ایالات متحده در دفتر تعیینات رئیس جمهوری در مورد ورود پناهندگان برای سال مالی 2024 را امضا کرده با تعیین هدف 1.25 هزار نفر برای این سال در پاسخ به بحران جهانی بی سابقه در جابجایی اجتماعی ایالات متحده برنامه خود را گسترش داده اند. از جمله برنامه کروپس اشخاصی که به افراد عادی امکان می دهند تا پناهندگان را به خوش آمدگویی تشویق کنند و برنامه کمپوس ولکم که دانشگاه ها را در جذب دانشجویان پناهنده یاری می کند. این تصمیم شامل افزایش در جابجایی افراد از امریکای لاتین برای ایجاد مسیرهای حفاظتی و توسعه جابجایی گروههای کلیدی نگرانی از جمله متحدان افغان یعنی سایوی و پی دو افراد ال بی تی و مدافعان حقوق بشر است این اقدام نشان از تاریخچه ایالات متحده به عنوان کشور مهمان نواز دارد و نشانگر مسئولیت پذیری ایالات متحده در با اشتراک گذاری پناهندگان با کشورهای میزبان است ایالات متحده به عنوان یک رهبر جهانی در امان و فرصت برای آسیب پذیرترین افراد جهان باقی مانده و این اقدامات ادامه خواهند یافت و میریم بالای خبر دوم سازمان پرندگان ملل متحد اعلان کرده است که از شروعی سال تا 24 سپتامبر 2023 بیش از 2500 پناهنده در مسیر مدینه ترانه جان خود را از دست داده یا ناپدید شده اند. این سال 2778 مورد مرگ ثبت شده است نشان دهنده فاجعه پناهندگان است بیش از یک اشتاد و شش هزار مهاجر و پناهنده امسال به جنوب اروپا وارد شدند اکثرت آنها به ایتالیا آمدند این افزایش نسبت به سال گذشته نشان دهنده وضعیت ناامن در تونس و افزایش مهاجران از لیبی وجود دارد مقامات نگارانی ها در مورد شرایط در اماکن نگهداری در لیبی دارند و میریم بالای خبر سوم که از استرالیا است و خلاصه ای خبر در مورد دولت استرالیا است که اعلان کرده است که به نظر نمی رسد مسئولیت نسبت به هفتاد پناهجویی که از مراکز موقت در پاپویا گینه اخراج شده داشته باشند این سازمان یعنی Asylum سیکر سورس Center از دولت استرالیا میخواهد تا با واکنش انسان دوستانه پناهجویان را به استرالیا انتقال دهند.